چرا این هواپیما از روزی که سقوط کرد تا امروز هر روز داره توی خونه ما سقوط میکنه؟ تو خونه این تک تک آدمایی که باقی موندن، خانواده‌ای که باقی موندن، من فکر میکنم هر روز این هواپیما داره تو خونه‌شون سقوط میکنه. این بچه‌ها هر روز کشته میشن. 40 روز از سرنگونی هواپیمای اوکراین گذشت، ولی سوال‌های بی جواب بسیار. چرا به هواپیمای مسافربری در شرایط جنگی اجازه پرواز داده شد؟ جعبه سیاه که کجا خوانده می شود و در این مدت بر بازماندگان چه گذشته؟ همچنین در برنامه امشب در تفنگ گرفته رو ملت داره می زنه. مسئول اعلام آمار کشته‌های اعتراضات آبان در ایران کیست؟ دولت و پزشکی قانونی توپ را به زمینه یکدیگر می‌اندازند. طالبان از پایان مذاکره با آمریکا می‌گویند. توافقنامه صلح به زودی امضا می‌شود. و مرثیه‌ای برای پرواز 752، آهنگی که لوریس چکناواریان به یاد قربانیان ساخته. خبر باشد تیرباران عشق خوبان را، دل شوریدگان سپر باشد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. 40 روز پیش 2 موشک قلب آسمان پایتخت ایران را شکافتند و بر پیکر هواپیمای مسافربری نشستند. نقطه شروع خلق یک رسوایی بعد از یک فاجعه. از همان لحظاتی که مرگ 176 نفر محرز شد، یک سوال اساسی بارها و بارها پرسیده شده: چرا حریم هوایی ایران را نبستند؟ سپاه پاسداران میگوید که اشتباه گرفتن این هواپیما با یک موشک کروز خطای انسانی بود. حتی اگر چنین باشد، آیا میخواستند با بازگذاشتن آسمان ایران روی پروازها از سرنشینان هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کنند، آن هم در شرایط جنگی و پرخطر؟ از شیوه اطلاع رسانی حکومت تا موضوع انتقال جعبه سیاه و برخورد با اجساد قربانیان و بازماندگان آنها، همه ابعادی پرماجرا یافته. در 40 روز اخیر بر بازماندگان چه گذشته؟ کار رسیدگی به پرونده به کجا کشیده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از نعیمه نامجو. چرا این هواپیما از روزی که سقوط کرد تا امروز هر روز داره توی خونه ما سقوط میکنه؟ تو خونه این تک تک آدمایی که باقی موندن، خانواده‌ای که باقی موندن، من فکر میکنم هر روز این هواپیما داره تو خونه‌شون سقوط میکنه. این بچه‌ها هر روز کشته میشن. 40 روز است که با این سوال، این احساسات گنگ دست به گریبان است. توکان نیستانی کاریکاتوریستی شناخته شده است، اما برای شادی که در پرواز 752 از دست داد چیزی نمیتواند بکشد. نمیتونم واقعا، یعنی هیچ چیزی، هیچ تک فریمی به نظر من نمیتونه حس من و حال من و اتفاقی که افتاد و اینا رو توضیح بده. نه، من برای شادی هیچی نمیتونم بگیرم. شادی نامزد پسرش نیما بود. مصاحبه‌ای که برای نیما غیر ممکن است را توکا انجام میدهد. خاطره تصویری از شادی، چشمای قشنگش بود و لبخند بازش، صورت بازش. 3 سال بود که وارد خانواده ما شده بود. تقریبا منتظر بودیم که همین روزا و ماها ازدواج بکنن با هم دیگه. شادی جمشیدی یکی از 176 نفر بود. هواپیما آتیش گرفته. سرنشینان و خدمی پروازی که ساعت 6:12 صبح از فرودگاه امام خمینی تهران پرواز کرد، اما هرگز به زمین ننشست. خدای خود کمک کن. بوئینگ 737 اوکراین کمتر از 7 دقیقه بعد از رادار محو شد.
این اولین تصاویری بود که منتشر شد. در تاریکی گستره شعله ها محوطه ای را نشان می دهد که لاشه هواپیما در آن پراکنده شده. این آتش یه چیزی حدود بیش از یه دقیقه رو هواپیما بوده، یعنی داشتن آتش نگاه میکردن تو اون ارتفاع و اگر موشک به هواپیما بخوره هواپیما منهدم بشه. اما نه با روشن شدن هوا، که با چند روز فشار بین المللی بود که علت حادثه معلوم شد. هواپیما از نزدیک یک منطقه نظامی رد می شده و ممکنه کسی اشتباه کرده باشه. شواهد نشون میده که هواپیما به وسیله موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده. البته ممکنه این حادثه غیر عمدی بوده باشه. مقام های ایران بعد از چند روز تفره رفتن و اعلام دلایل مختلف برای سقوط، بالاخره به هدف قرار گرفتن اشتباهی هواپیما با موشک پدافند اعتراف کردند. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین، گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشه. خب تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله، یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه بودن کاملا قرنطینه کردن، یعنی ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم. ما اطلاع رسانیمون رو کرده بودیم ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره. حالا اینکه چند روز طول کشید تا این خبر رسانه‌ای بشه، این نه به خاطر اینکه کسی میخواست کتمان بکنه، بلکه روال همینه که ستاد کل باید این رو بررسی کنه. حوادث بامداد چهارشنبه سریع اتفاق افتاده بود. پرواز تنها دقایقی طول کشید و بعد از شلیک موشک اول پدافند، موشک دوم هم شلیک شده بود. خانواده ها در بهت و ناباوری و فضای جامعه سنگین بود. اما هرچه از حادثه می گذرد به نظر می آید که سرعت همکاری ایران با جامعه بین المللی کمتر می شود. اینجا مونیخ است. در حاشیه اجلاس امنیتی، وزرای خارجه کشورهایی که شهروندانشان قربانی این حادثه شده اند از ایران می خواهند جعبه های سیاه را به کشوری بفرستد که توانایی استخراج اطلاعات آن را دارد. در حال باز شدن هست در سازمان. سوال اینجاست که چه حلقه ای از زنجیر معمای این حادثه هنوز مفقود است و دلیل تعلل ایران برای ارسال جعبه های سیاه چیست؟ از فیلیپ بام، استاد دانشگاه و کارشناس امنیت پرواز دعوت کردم تا به این سوال پاسخ دهد. او میگوید ایران حق رهبری تحقیقات را دارد، اما باید با کشورهای دیگر همکاری کامل داشته باشد. چرا جعبه های سیاه رو تحویل نمیدن؟ شاید به دلایل سیاسی، اما شاید چیزی هم برای مخفی کردن باشه. وقتی که دسترسی به جعبه های سیاه داشته باشیم، به دو بخش اطلاعات دسترسی پیدا میکنیم. اطلاعات پرواز شامل سرعت و ارتفاع و شرایط همه اجزای هواپیما در زمانی که موشک با اون برخورد کرد. همینطور صدای کابین خلبان رو خواهیم داشت. صدای اونچه در ثانیه‌ها و لحظات قبل از حمله گفته شده بود. با تحویل جعبه‌های سیاه تضمینی نیست که اطلاعات فقط در اختیار ایران قرار بگیره. با جامعه بین‌المللی به اشتراک گذاشته میشه و ممکنه برای رژیم ایران مایه شرمساری باشه. اما وزیر خارجه ایران پاسخ شفافی برای عدم ارسال جعبه های سیاه ندارد. چرا اونها امکانات خواندن جعبه سیاه را به ما نمی دهند؟ آیا چیزی در اون جعبه سیاه هست که نمی خواهند ما بدانیم؟ این سوال مهمی است. محتوای جعبه سیاه تنها یکی از حلقه های گمشده این تحقیقات است. توضیحات درباره خطای انسانی و اشتباه خدمه پدافند تا به اینجا بسیاری را قانع نکرده. در این موقعیت خاص و این اتفاقی که دربارش حرف میزنیم، سیستم پدافند SA-15 از سیستم رادار نظامی استفاده میکنه و همینطور سیستم های دیگری هم داره. برای همین بسیار پرطرفدار است.
اما کارشناسانی که من با آنها صحبت کردم میگویند حتی مهمتر از دلیل اشتباهی یکی از خدمه پدافند پاسخ به این سوال است که چرا آسمان ایران آن شب به روی پروازها بسته نشده بود. حتی امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته که درخواستهایی از طرف کارکنان پدافند برای بستن آسمان ایران بوده. آن هم درست بعد از آنکه ایران پایگاه آمریکایی‌ها در عراق را هدف قرار گرفته بود و هر لحظه انتظار تلافی داشت. مطمئنا معتقدم که ایران مسئول بوده برای اینکه آسمونش رو نبسته. اونها میدونستن که میخوان به پایگاه‌های آمریکایی حمله کنن. اونها میدونستن که احتمال اقدام تلافی‌جویانه از طرف آمریکایی‌ها وجود داشته. وظیفه اونها بوده که آسمانشون رو به روی پروازها ببندن. فکر نمی‌کنم این خطای انسانی بوده. ممکنه خطای انسانی بوده به وسیله کسی که دکمه رو فشار داده، اما شرایطی که در اون حمله رخ داده خطای انسانی نبوده. این روزها که دنیا کوچک شده، غم سقوط یک هواپیما پشت مرزهای یک کشور نمی‌ماند. در هواپیمایی که نزدیکی تهران سقوط کرد، شهروندان ایرانی، افغان، کانادایی، بریتانیایی، سوئدی و آلمانی بودند و البته خدمه پرواز هم که اوکراینی. کریستینا الکساندروویچ آلبوم عکس‌هایش با ایگور ماتکوف را ورق می‌زند و خاطرات گذشته را مرور می‌کند. To you, happy birthday, dear Igor. همسر سابقش که برایش دوستی بسیار صمیمی بود. ایگور یکی از خدمه پرواز بود که به تازگی گواهی خلبانی گرفته بود و دنیایش پرواز در آسمان ها بود. اما رفتنش دنیای کریستینا را زیر رو کرد. تو قلب من بود، هنوزم هست. احساس میکنم وجودم خالی شده. احساس میکنم بخشی از من همراه او کشته شده. شاید همچین حرفی غیر قابل باور باشه، اما واقعا احساس میکنم من همراه او کشته شدم و وجودم خالی شده. کریستینا میگوید ایگور نمیخواسته درست زمانی که همه نگران راه افتادن جنگی در خاورمیانه بودند به ایران سفر کند. میگفت نمیخوام برم اونجا، همش جلوی چشممه. درباره تهران یه جوری حرف میزد انگار رفتن به اونجا خارج از اختیارش بود. خیلی نگران بود. این حرفا رو 5 ژانویه میزد. این تصاویر تشییع ایگور و همکارانش در اوکراین است. اما تشییع و خاکسپاری قربانیان در ایران صدای بعضی خانواده های داغدار را بلند کرد. آنها می گفتند حکومت حتی تشییع آنها را هم مصادره کرده و خانواده ها را به حال خودشان نمی گذارد. حتی بعضیشان ترجیح دادند به سرعت زمینه انتقال جسد عزیزانشان به خارج را فراهم کنند و مراسم را آنطور که می‌خواستند برگزار کنند. خیلی از خانواده‌ها از ملیت‌های مختلف می‌گویند خواسته اصلیشان معرفی مسئولان اصلی حادثه و پیگیری قضایی است. کشورهای مختلف کمیته‌هایی برای شکایت و تعیین غرامت تعیین کردند. بعضی هم به دادگاهی در کانادا شکایت بردند. هیچ کاری نکنید، بلمون کنید. بلمون کنید. دادگاه عرفی سیویل کورت اینجا برای رژیم ایران، یعنی در واقع خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا و رهبر و سرداران سپاه و مؤسسات مربوط به اینا که ما معتقدیم در واقع اینا این جنایت مرتکب شدن شکایت کردیم با توجه به یه بندی از قانون جزایی کانادا و ما این پروسه رو به هر حال الان با تمام جدیت پیگیریم. خانواده زیادی در واقع عزیزاشون از دست دادن. بسیار از خانواده به ما ملحق شدن و از همینجا از بقیه خانواده ها میخوام که برای احقاق حق عزیزانشون که حق طبیعی است در این جنایت که در واقع شکایت بشه از عاملان و عاملان جنایت به ما بپیوندن. نزدیک به 40 روز می گذرد، اما حال خانواده ها همچنان قابل توصیف نیست.
هر کسی به دنبال راهی برای آرام کردن خودش و دیگران می‌گردد، اگر راهی باشد. خب بعد از این اتفاق من خیلی دارم می‌خواست کاری بکنم، نمی‌دونم چه کاری، طراحی که نمی‌تونم بکنم. تو کانه استانی و گروهی از دوستانش به دنبال راه اندازی یک وبسایت و بنای یادبودی برای قربانیان این حادثه هستند. خیلی دلم می‌خواست که و دلم می‌خواد که بتونیم یه چیزی براشون اینجا توی این شهر بسازیم. یه چیزی که هر چقدر توی ایران کم لطفی شد به این آدما و کسی جدی نگرفتشون از مسئولین، از مسببین، از سیاستمدارا، همه دارم میخواد اینجا مردم بتونن جبران بکنن، ما جبران بکنیم با این امید که این اتفاقات شبیه این تکرار نشه، نه در ایران نه در هیچ جای دیگه دنیا. گزارشی بود از نعیمه نامجو. باید یادآوری بکنم که ساعتی پیش محمد اسلامی وزیر راه ایران گفته که احتمال داره در صورتی که جمهوری اسلامی نتونه جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده رو به خونه، اون رو به کشوری سالس ارسال بکنه. پیش از این وزیر امور خارجه ایران گفته بود که ایران به کشوری دیگر نخواهد فرستاد این جعبه سیاه رو. ولی بعد نیست نگاهی بکنیم به اعداد و ارقام کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرواز تهران کیف که دقایقی بعد از ترک فرودگاه امام خمینی هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تقریبا پر بود. 176 سرنشین داشت که از این تعداد 167 نفر مسافر بودند و 9 نفر هم خدمه پرواز. از 167 مسافر این پرواز 70 نفر مرد بودند، 81 نفر زن، 15 کودک و 1 نوزاد. 76 سرنشین پرواز هواپیمای اوکراین سنشون زیر 30 سال بود. 146 مسافر هواپیما تابعیت ایران رو داشتند و بعضی هم تابعیت کشورهای دیگه و همینطور 11 نفر اوکراینی بودند، 10 نفر افغان، 5 نفر کانادایی و 4 نفر سوئدی. حامد اسماعیلیون نویسنده‌ایه که همسرش پریسا و دخترش ریرا مسافر این هواپیما بودند. آقای اسماعیلیون از تورنتو کانادا با ماست. گفتگوییه که به نظرم میاد براتون بسیار دشوار خواهد بود. اگر نتونستید یا نخواستید میتونید به سوالهای من جواب ندید آقای اسماعیلیون. در هر صورت شما پیگیر ماجرا هستید، در این مدت هم بودید. خواسته اصلی شما آقای اسماعیلیون در این مرحله چیه؟ سلام میکنم به شما. خواسته اصلی ما مجازات مقصرین، روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت خواهد بود. فعلا هیچ گزارش جامعی در مورد این حادثه منتشر نشده و هیچ تحقیقاتی هم صورت نگرفته و همه چیز مبهم، پر از سوالات فراوان و بدون پاسخ. وقتی می‌فرمایید خواسته شما مجازات عاملین و مقصرین این جریان هست، در ذهن خودتون چه فردی رو تصور می‌کنید؟ آیا یکی از افرادی که در رده‌های نظامی فعالیت می‌کنند یا بالاتر از اون؟ ببینید، جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها کلمات رو به فساد کشیده. مثلا آقای حسن روحانی میاد میگه اشتباه موردی، یک نفر میگه خطای انسانی. این بازی با کلمات و در واقع فاسد کردن کلمات. من اسم این رو یک جنایت سیستماتیک میذارم، برای اینکه وجوه بسیار زیادی داره این حادثه، این قتل در واقع، و از زوایای مختلف باید بررسی بشه. سوء مدیریت، در واقع استفاده از این آدم‌ها که میگن به عنوان سپر انسانی، فرضیه‌های متفاوتی که هست و تا وقتی که تحقیقات کاملی صورت نگیره، ما تمام مقامات جمهوری اسلامی رو که در این ماجرا با هم همدستی کردن مقصر می‌دونیم، چون خیلی‌ها سعی کردن دولت رو از این ماجرا مبرا بدونن که
به نظر من با گزارشات بعدی دست اونها هم رو شد. بسیار خب. دولت میگه یا حالا مقام های نظامی هم میگن تعمدی در کار نبوده، مثلا آقای ظریف عذرخواهی کرده، فرمانده سپاه حتی برای خودش آرزوی مرگ کرده، چرا اینها شما رو تسکین نمیده؟ ببینید عذرخواهی، ما عذرخواهی، ببینید اول عزیزان ما که بر نمیگردن، ما عذرخواهی رسمی ندیدیم. اینکه ایشون میره در مجلس صحبت میکنه عذرخواهی و بعد در جمله بعد تهدید، این عذرخواهی نیست. آقای ظریف که نیشش تا بناگوش بازه و من ادب اجازه نمیده که بیشتر از این جلو برم، در مورد فاجعه میخنده، یا حسن روحانی در مورد فاجعه میخنده که تمام دنیا رو در غم فرو برده. به نظر من این آدم ها نه تنها کفایت سیاسی ندارن، به نظر من حتی تعادل روانیشون رو هم از دست دادن. بله. بسیار از شیوه برخورد حکومت ایران با ماجرا ناراضی هستید. در ایران چه اتفاقهایی افتاد؟ شما پیکرهای عزیزان خودتون رو به کانادا منتقل کردید. شاید بسیاری تصورشون این باشه که ایران موتن اصلی اونها شاید جایی بود که باید اونجا به خاک سپرده می شدن. چی باعث شد که از اونجا صرف نظر کنید؟ ببینید من وقتی که من اولا در این سفر نبودم با همسر و فرزندم به دلایلی، برای اینکه قبلا در ایران تحت فشار قرار گرفته بودم و نیومدم، ولی وقتی این اتفاق افتاد و من فکر میکردم که یک خط مشکل فنی است، رفتم که همسر و فرزندم پریسا و ایرا رو در ایران دفن کنم و در کنار پدر همسرم در شمال ایران. ولی من به محض اینکه رسیدم، شاید یک ساعت بعد، این بیانیه خفتبار منتشر شد و من همون لحظه تصمیمم رو عوض کردم. برای اینکه دلیل اصلیش اینه که جمهوری اسلامی از جنازه ها به عنوان سلاح استفاده میکنه و من میدونستم که اینها میخوان بیان شانه زیر تابوت عزیزان من بدن، صاحب عزا بشن و همه چیز رو مصادره کنن. من میتونستم اینها رو حدس بزنم، بنابراین این کار رو نکردم و تلاش کردم اونها رو برگردونم و اونها هم از سنگ اندازی کوتاهی نکردند. گفتید یک بیانیه خفتبار، منظورتون کدوم بیانیه است؟ همون اعلام خبر که ما خودمون این هواپیما رو به شلیک کردیم. در این 40 روز آقای اسماعیلیون هیچ اتفاقی افتاده که اندوه شما رو کمتر کرده باشه یا یک طوری باعث خرسندی شما شده باشه؟ ببینید امروز در این کشور، در کشور کانادا، روز خانواده است، اما اینجا نه خانواده ای هست نه روز خانواده ای. هیچ، یعنی سوالاتی که هست نه برای من، برای همسرم و برای دختر 9 ساله من که پر از آرزو بودند، پر از شور زندگی بودند، برای اون 15 کودک، برای اون نوزاد، برای اون زنان، برای اون مردان، همه پر از آرزو. هیچ چیز تسکین دهنده ما نیست. تنها ممکنه عدالت باشه که شما در این 40 روز دیدید. در این 40 روز از هم تقدیر میکنند، از صداقت هم تشکر میکنند. ما سالها جنایت ایرباس رو محکوم کردیم که به حق هم جنایت بود و حالا کم مونده که مقامات سیاسی به جنرال ها در واقع مدال شجاعت و صداقت بدن برای این جنایت. منظورتون هواپیمای ایرباسی هست که توسط نیروی دریای آمریکا ساخته شد. در هر صورت شماری از بازماندگان قربانیان پرواز هواپیمای اوکراین در کانادا از دولت ایران و از حکومت ایران در مراجع قضایی شکایت کردند. شما جز اونها هستید؟ وقتی میگید عدالت، آیا منظورتون به انجام رسیدن این پرونده است؟ ببینید خانواده ها تازه دارن همدیگر رو پیدا میکنن، تازه دارن خودشون رو پیدا میکنن. البته بسیار مشکله، من با بعضی از خانواده ها در ارتباطم و بسیاری هنوز نتونستن خودشون از لحاظ روحی، حتی خود من، پیدا کنن که ما چه میخوایم بکنیم. عده‌ای از خانواده ها کارهایی کردند، ما در کنار هم خواهیم ایستاد، ما خانواده ها، و این مسئله رو دنبال خواهیم کرد. من خودم شخصا هنوز هیچ اقدامی نکردم، ولی
از تمام اقداماتی که خانواده ها کردن حمایت میکنم و اقدامات بعدی هم در راه خواهد بود. خیلی ممنونم آقای اسماعیلیون. حامد اسماعیلیون نویسنده و دندانپزشک که دو نفر رو در حادثه ساقط شدن هواپیمای خط هوایی اوکراین از دست دادن، همسر و دخترشون رو. علیرضا نوروزی یکی از مسافران افغان این پرواز بود. برادر او مجید نوروزی هم در شب پرواز برادرش رو تا دم گیت پرواز همراهی کرد. آقای نوروزی از گوتنبرگ سوئد با ما هستند. آقای نوروزی، شما برادرتون رو در سفر به ایران همراهی میکردید، احتمال داشت که سوار همین هواپیما بشید؟ سلام خدمت شما و بیننده های محترم. نه، ما بلیتمون رو جوری خریده بودیم که برادرم از شرکت هوایی دیگه خریده بودیم، من بلیتم رو از شرکت ایرانر خریده بودم. بسیار خوب. دوامونم فرق داشت. مراسم تشییع جنازه کجا برگزار شد؟ ایران یا سوئد؟ ایران. نتونستم، اول خواستم برادرم رو بیارم سوئد، ولی کن چون مادرم تو ایران دفن شده بود و گفتم پیش مادرم باشه بهتره. خب آقای نوروزی، مراحل پزشکی قانونی و گرفتن جسد و بعد خاک سپاری به چه شکل بود؟ مشکلی داشتید یا نه؟ از روزی که ما رفتیم اون اتفاق افتاد ما خیلی مشکل داشتیم در رابطه با آزمایش دی ان ای و پیدا کردن اجساد. من با عموم رفتم اونجا برای آزمایش دی ان ای، اولین نفرات و اولین خانواده های قربانی بودیم، ولی با آزمایش دی ان ای من و عموم پیدا نشد برادرم و ما تقریبا مدت 17 الی 20 روز منتظر بودیم تا برادرم پیدا بشه و اونا بارها گفتن که باید آزمایش از پدرش بگیرم. پدرش داخل سوئد بود و پرونده پناهندگیش رد شده بود و پیش دولت سوئد یه جور حالت سیاه زندگی میکرد. در این رابطه من چند بار با سفارت سوئد در تهران صحبت کردم که آزمایش دی ان ای از پدرم بگیرن. چند بار رفتن که آزمایشو پدرم ازش ببخشید پدرم رفتن که آزمایش دی ان ای بدن، ولی پلیس نگرفت ازشون. بعد از این که من مرتبا هی رفتم سفارت سوئد در تهران، بعد اونا پلیس فرستادن، از پدرم آزمایش دی ان ای گرفتن و بنابراین که پدرم سیاه زندگی میکردن، پدرم رو دستگیر کردن و بردن تو کمپ مثل زندان سربسته که اونجا زندگی میکنم. یعنی میفرمایید که پدر شما اقامت قانونی نداشتن در سوئد، به دلیل مراجعه برای آزمایش دی ان ای بعد گرفتار شدن و الان در کمپی شبیه زندان هستند؟ بله بله. پرونده پناهندگیش رد شد و تقریبا حدودا یه سال پدرم سیاه زندگی میکرد تو این کشور و بعد از این اتفاق به طور بی‌رحمانه از طرف کشور سوئد و اداره مهاجرتش دستگیر شد و بردن توی کمپی مثل زندان، الان زندگی میکنه و با شرایط خیلی بدی. و پدرم تو سال 2017 اینجا عمل جراحی قلب انجام داد و بدون اینکه توجه کنن که این پدر پسرش از دست داده و شرایط روحی و جسمی خوبی نداره، با بیرحمی تمام اونجا نگرش داشتن. در مورد برادر شما، خواسته شما چیه؟ آیا پرونده هست که اون رو دنبال بکنید؟ متاسفانه تا حالا دولت کاری انجام نداده. خیلی من از دولت سوئد ناراضی هستم. دولت کانادا رو میبینین که همدردی کردن با خانواده‌های قربانی و حتی کمک مالی کردن که بتونن مراسمشون رو برگزار کنن و حتی برای خانواده‌های قربانی ویزای کانادا صادر کردن، ولی دولت سوئد متاسفانه هیچ کاری انجام ندادن. ممنونم از مجید نوروزی، برادر علیرضا نوروزی، یکی از مسافران افغان این پرواز.
وزیر امور خارجه کانادا به تازگی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با همتای ایرانیش دیدار کرد. فرانسوا فیلیپ شامپن در ملاقات با محمد جواد ظریف از ایران خواست جعبه سیاه هواپیمای اوکراین را به فرانسه بفرستد. او همچنین خواستار تحقیقات کامل با حضور جامعه بین المللی درباره چگونگی سرنگونی این هواپیما شد. کسرا ناجی در این باره با آقای شامپن گفتگو کرد. Let me begin by an interview from Mr. Zarif. بگذارید از مصاحبه شروع کنم که محمد جواد ظریف NBC داده. در اون گفته که ایران نه توانایی خوندن جعبه های سیاه هواپیما رو داره و نه اونها رو به خارج خواهد فرستاد. واکنش شما چیه؟ Over the last 30 days, one of the requests of Iran was to acquire the equipment. در 30 روز گذشته ایران خواسته تجهیزات لازم برای خوندن این جعبه های سیاه رو به دست بیاره. اما اگه بعد از 30 روز این اتفاق نیفتاده، باید به راه حل های دیگه فکر کرد. فرانسه به ایران پیشنهاد داده که این کار رو بکنه. اوایل ایرانی ها با نهادهای ایمنی حمل و نقل آمریکا، کانادا و فرانسه تماس گرفتن و من متن مکاتبات اونها رو دیدم. تمام این نهادها به ایران گفتن که نمیشه این تجهیزات رو به ایران بفرستن، چون این تجهیزات رو اصلا نمیشه تکون داد. این تجهیزات بیشتر شبیه یک لابراتوار هستند. نمیشه تمام یک لابراتوار رو برد ایران. پیوست شماره 13 کنوانسیون جهانی هوانوردی میگه اطلاعات جعبه سیاه باید بدون تأخیر خونده بشه. همونطور که به وزیر خارجه ایران گفتم، اینکه کشورها این بند بدون تأخیر رو هر طور که دلشون بخواد تفسیر کنن، بدعتی در نظم و قوانین بین المللی میگذاره. این مسئله یک راه حل داره. جعبه سیاه رو بفرستید فرانسه تا در حضور مقام‌های ایران، فرانسوی ها، کانادایی ها و اوکراینی ها و بقیه اطلاعات اونها رو دانلود و آنالیز کنند. اینطوری کاملا شفافه. من همیشه گفتم بهترین راه مقابله با بی‌اعتمادی شفافیته و جهان خواهان شفافیته. خانواده های ایرانی هم میخوان بدونن که چه اتفاقی افتاده. به همین خاطر ما به ایرانی ها گفتیم میدونیم که بر اساس کنوانسیون شما حق دارید، اما باید قبول کرد بعد از 30 روز اگر هنوز موفق نشدید باید به گزینه های دیگه هم توجه کنید. شما اینجا با آقای ظریف ملاقات کردید، اینها رو بهش گفتید، واکنش چه بود؟ من دقیقا همون چیزی رو بهش گفتم که همین الان به شما هم گفتم و تکرار میکنم. ما نیاز داریم که به راه حل های دیگه ای فکر کنیم. اونطوری که من میدونم ایران با مقامات فرانسوی ارتباط داشته تا بدون این اتفاق چطور افتاده، و باز اونطوری که من فهمیدم قرار جلسه با وزیر خارجه فرانسه برگزار بشه. من هم جلسه با وزیر خارجه فرانسه خواهم داشت. ما میخواییم کمک کنیم. ما سوالات خانواده ها رو درک میکنیم. ما هم سوال داریم. جامعه بین المللی هم سوالاتی داره. ما جواب میخواییم و راه رسیدن به جواب مسلماً تحقیقات کامل و منصفانه است که تنها از راه جعبه سیاه محقق میشه. آیا او موافق بود؟ قطعاً حرفهای من رو شنید. من ایران رو با واکنشش قضاوت نمیکنم. با عملش قضاوت میکنم. خب باید دید ایران چه راهی رو انتخاب میکنه، اما من فکر میکنم که مسیری هست به سمت شفافیت، پاسخگویی و عدالت. چرا فکر میکنید که ایران نمیخواد جعبه های سیاه رو به خارج بفرسته؟ این چیزی نیست که من بتونم بگم. این سوالیه که از وزیر خارجه ایران باید پرسید. We know that the plane was shot down by two missiles. Iranians have said so. ما میدونیم که این هواپیما هدف دو موشک قرار گرفت. ایران به این اذعان کرده و مدارک هم این رو نشون میده. چه چیز بیشتری شما انتظار دارید از تجزیه و تحلیل اطلاعات جعبه های سیاه به دست بیاورید؟ من با این مخالفم. ما سوالات زیادی داریم که هنوز جوابی براشون پیدا نکردیم. سوالات بسیار مهم که چه کسی با چه کسی رابطه برقرار کرد؟ مکالمه بین برج مراقبت و هواپیما چی بود؟ ما با یک تراژدی اینچنینی در سال 2020 مواجهیم. یک هواپیمای مسافربری با شلیک موشک سقوط کرده. این حادثه سوالات زیادی رو برمی‌انگیزه. من فکر می‌کنم که دنیا و خانواده‌های داغدار در کانادا، اوکراین، افغانستان، سوئد و ایران سوالات زیادی دارن. ما به اونها بدهکاریم. برای بستن این پرونده، برای پاسخگویی، عدالت و شفافیت بدهکاریم. باید تمام شواهد رو کنار هم بگذاریم. من متخصص تحقیقات هوایی نیستم، اما قطعا بهترین راهی که در زمان فاجعه هوایی پیشنهاد میشه رفتن سراغ جعبه سیاهه.
برای اینکه اطلاعات حیاتی مهمی رو درباره مسائل مختلف در اختیار ما میذاره. صداهای ضبط شده داریم. اطلاعات ضبط شده دیگه ای هم در این دستگاه هست که ما باید بدونیم. هدف اینه که مطمئن بشیم چنین اتفاقاتی دیگه نخواهد افتاد. On the issue of compensation, Iranians are saying that we are prepared to offer something like $80,000. در مورد غرامت، ایران ظاهراً گفته که حاضر چیزی نزدیک به 80,000 دلار آمریکا به خانواده‌های کشته شدگان بده. این به نظر شما کافیه؟ شما راضی هستید که چنین مبلغی به همه خانواده‌های قربانیان پرداخته بشه؟ ایران هرگز مبلغی برای غرامت پیشنهاد نداد، حتی اون مبلغی رو که شما اشاره کردید. چیزی که ایران در این باره بهش ارجاع داده قوانین داخلی برای پرداخت غرامت به جان باختگان حادثه است. بحث ما با ایران درباره یک توافق نهاییه که بر اساس استانداردهای بین المللی باشه. مبلغ پرداختی برای همه باید یکسان باشه و باید به سرعت انجام بشه. اون چیزی که ما رو در این باره راهنمایی میکنه و خواهد کرد استانداردهای بین المللیه و من از وزیر خارجه ایران این ضمانت رو گرفتم که مبلغ پرداختی باید برای همه خانواده‌ها یکسان باشه. ولی شما رقم خاصی رو مطرح نکردید. خب ایران کاری که کرده انتصاب معاون حقوقی رئیس جمهوریه که وکالت تام از طرف پرزیدنت روحانی داره تا این مذاکرات رو پیش ببره. مسلماً از هر دو طرف وکلایی در این مذاکرات و برای پیش برد اون حضور خواهند داشت تا مطمئن بشن که غرامت خانواده ها کامل و برابر و بر اساس استانداردهای بین المللی پرداخت خواهد شد، نه بر اساس قوانین داخلی ایران. این یک حادثه داخلی نیست، یک حادثه بین المللیه و باید بر اساس قواعد و استانداردهای بین المللی به اون رسیدگی بشه. گفتگوی همکارم کسرا ناجی بود با فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر امور خارجه کانادا. باید اشاره بکنم که ساعتی پیش وزیر راه ایران گفت ممکنه جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده خط هوایی اوکراین به خارج ارسال بشه، اگر البته در ایران امکان فنی خواندن این جعبه سیاه نباشه. باید اضافه بکنم که لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر ایران هم به یاد جان باختگان پرواز تهران کیف قطعه ای رو ساخته که ما در آخر برنامه اون رو پخش خواهیم کرد و با آقای چکناواریان هم صحبت میکنیم. حتما با ما بمونید. و اما رئیس پزشکی قانونی ایران میگوید آمار کشته شدگان اعتراض های آبان ماه در اختیار وزارت کشور و اعلام آن بر عهده دولت است. وزیر حسن روحانی دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که پزشکی قانونی میتواند آمار را اعلام کند. با گذشت حدود 3 ماه از اعتراض ها هنوز آمار رسمی از تعداد کشته ها منتشر نشده. فرید ناصمی گزارش میدهد. 3 ماه از اعتراض های خونبار اواخر آبان میگذرد. اعتراض هایی که ابتدا به افزایش قیمت بنزین بود اما کم کم نارضایتی از حکومت جای آن را گرفت و سریع از شهری به شهری دیگر گسترش پیدا کرد. اینجا در شیراز یا اینجا در ساری اما به شدت سرکوب شد. عده زیادی در این اعتراض‌ها کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل کشته شدن دست کم 304 نفر از معترضان را تایید کرده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از 3 منبع در وزارت کشور ایران گفته که در مجموع حدود 1500 نفر کشته شدند، از جمله 400 زن و 17 نوجوان. در این حادثه البته رسانه‌های خارجی اغراق و مبالغه عجیب غریبی کردند. حسن روحانی دیروز در کنفرانس خبریش گفت حکومت به دنبال جدا کردن خودی‌ها از معترضان است و پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه باید این آمار را اعلام کند. اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشنی که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشه، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو و مشکلی نیست، ولی آمار واقعی اونچه تا کنون ما اطلاع داریم و به ما اعلام شده با آماری که در رسانه‌ها اعلام میشه خیلی خیلی فاصله زیادی داره. امروز رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت آمار در اختیار شورای امنیت کشور زیر نظر وزارت کشور است. بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وظیفه دولت است که آمار کشته های اعتراض های آبان را اعلام کند. ما به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم. دولت ایران اعتراض رو حق همه مردم می‌دونیم، اما
معترض با اختشاشگر متفاوت است. علی ربیعی سخنگوی دولت در آذر ماه وعده داد که این آمار به تفکیک استان‌ها اعلام شود. او از هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور در این باره هم خبر داد. در دی ماه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری از بار مسئولیت اعلام این آمار شانه خالی کرد. اما برابر مصوبه شورای امنیت کشور، شورای امنیت مسئول این موضوع حوادث بنزینی تعیین شده و نتیجه بررسی ها هم توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه اون شورا ارائه خواهد شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در دیدار با بعضی از خانواده های کشته های آبان گفته بود آمار دقیق وجود دارد، اما از آنجا که نیازمند تفکیک دقیق درباره چرایی و چگونگی کشته شدن آنها بوده اعلام نشده. اما این آمار باز هم اعلام نشد، تا جایی که انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در 13 بهمن در یک نشست خبری گفت که تعداد کشته شدگان آبان از 1500 نفر کمتر است و قرار شده پزشکی قانونی و دیگر نهادها این آمار را اعلام کنند. او همان زمان گفت که میتواند هفته آینده این آمار را اعلام کند، اما بعد از گذشت چند هفته این آمار هنوز اعلام نشده. صدای تیراندازی میاد برای متفرق کردن مردم. حکومت ایران میگوید تعداد کسانی که در اعتراضهای آبان کشته شدند بسیار کم است، اما همین آمار به گفته حکومت کم هم اعلام نشده. مشخص شدن تعداد دقیق کشته‌های اعتراضهای آبان به خواسته عمومی در ایران تبدیل شده، اما به نظر نمی‌رسد که حکومت فعلا قصد شفاف‌سازی درباره آن را داشته باشد. فرین عاصمی، بی بی سی. طالبان اعلام کردند که مذاکراتشان با آمریکا به پایان رسیده و سند توافقنامه صلح و ضمایم آن نهایی و به زودی امضا خواهد شد. گفته شده که در یکی دو روز آینده قرار است آغاز کاهش خشونت‌ها رسما اعلام شود. بر اساس این توافقنامه طالبان تعهد کردند که به مدت یک هفته حمله به نظامیان و غیر نظامیان در شهرهای بزرگ را متوقف کنند. 12 روز بعد دو طرف توافقنامه صلح را در دوحه قطر امضا خواهند کرد. 10 روز بعد از آن هم گفتگوی طالبان با دولت افغانستان شروع خواهد شد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. پایان مذاکرات دو دشمن برای آشتی. 11 دور چانه‌زنی و مذاکره پس از 19 سال جنگ. قطر میزبان این مذاکرات بوده، جایی که گروه طالبان در سال 1392 دفتر سیاسی خود را در آنجا باز کرد. اعضای هیئت طالبان که دوروبر 15 نفرند سالها ساکن قطر هستند. در دور پنجم مذاکرات ملا عبدالغنی برادر معاون این گروه به قطر رفت و پشت میز مذاکره نشست. در این عکس از مذاکرات دو طرف هیچ نماینده ای از دولت افغانستان دیدن نمی شود. غایب همیشگی مذاکراتی که از سال 1397 آغاز شد. گروه طالبان گفته قرار است در آخر ماه جاری میلادی توافقنامه صلح امضا شود. توافقنامه‌ای که مسیر را این گونه ترسیم کرده: کاهش خشونت‌ها، امضای توافقنامه صلح، آغاز خروج نیروهای آمریکایی، رهایی زندانیان دو طرف و گفتگوهای بین الافغانی. گفته شده در مدت 7 روزه کاهش خشونت‌ها، طالبان در شهرهای بزرگ، شاهراها و علیه بیشتر نهادهای دولتی عملیاتی انجام نخواهند داد. 7 روز آزمایش برای نشان دادن حرف شنوی نیروهایشان. دولت افغانستان برخلاف گذشته که بر آتش بس تاکید می‌کرد، حالا از این توافقنامه استقبال کرده، به این امید که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. گفتگوها و مذاکرات بین الافغانی اما خیلی پیچیده و جنجالی خواهد بود. طالبان که به دنبال قدرت هرچه بیشتر در آینده افغانستان و سهم بیشتر هستند، با گروه‌های مختلفی از افغان‌ها روبرو خواهند شد که سالها چه در میدان نبرد و چه در داخل اجتماع با این گروه جنگیدند و اختلاف نظر داشتند. صلح و آشتی طالبان با این گروه از افغان‌ها سخت‌تر از آشتی طالبان و آمریکا به نظر می‌رسد. علی حسینی، BBC کابل.
لیز دوست خبرنگار ارشد بی بی سی جهانی که مذاکرات صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکنه اینجا در استودیو با من. لیز، بارها به افغانستان سفر کردی، به قطر با طرفهای متعدد حرف زدی، در مونیخ هم با چند نفر دیدار کردی، همیشه حرف از توافق بوده، این بار چقدر جدی تره در مقایسه با قبل؟ جمال، خیلی جالب بود صحبت همون در مونیخ. شاید مهمترین کنفرانس امنیتی بود که ما رفته بودیم، و در جالب اینه که بحث امنیت افغانستان در صدر همه مسائل بود. همه میخواستن با گروه افغان، این که آقای اشرف غنی هم با اونها بود، صحبت بکنن، برای اینکه لحظه این اتفاق داشت میافتاد که این مذاکرات صلح داره استفاده میشه و نه جنگ. فکر میکنم حس میکردی که این لحظه ای که در واقع تمام بزرگان افغان و همینطور آمریکایی و زلمان خیلداد بودند و گفتند که حالا توافق انجام شده، حالا بخش سختش شروع میشه، اینکه چطور این توافق به کار بیفته و انجام بشه، و اینکه چجور حالا نوبت افغان ها هست که باید بشینن و مسائل سختی رو که در مورد همه افغان ها مهم نیست کجا زندگی بکنن، براشون مهم هست اونو به نتیجه برسن در موردش. دقیقاً، نتایج انتخابات در افغانستان روشن نیست، داخل دولت و گروه‌های مخالف طالبان اختلافات زیاده. طالبان با کدوم گروه، با کی خواهند نشست، با کی مذاکره خواهند کرد در داخل افغانستان؟ خیلی سوال سختی کردی جمال، و باید بگم که ما این اصطلاح رو در بین افغان ها داریم که هی میشنویم که میگن این لحظه حساس رسیده، لحظه حساس رسیده، ولی واقعا این هفته دیگه لحظه حساسه. این زمان بندی این مسئله توافق کاهش خشونت در همان هفته‌ای که باید افغان‌ها بفهمند که پیروز انتخابات بود چی هست، این امتحان سختی است برای بزرگان افغانستان و همینطور امتحان بزرگی برای طالبان، امتحان بزرگی برای بخش‌های سیاسی و همینطور ارتش افغانستان. ولی مهمترین چیز اینه که چه گروهی این مذاکرات رو میخواد انجام بده. خیلی لیستای بزرگی هست و بعضیا دارن میگن که اونا بخشی از این لیست هستن. هر روز که من در کابل بودم یک مقام افغان میومد و میگفت که ما یه طرحی داریم برای صلح. به نظر میاد که خب خوبه، چون همشون نشون میده که همشون میخوان که به دنبال صلح هستن و یک پیامی به طالبان میفرسته که صداهای مختلفی در افغانستان وجود داره ولی همشون به دنبال صلح هستن. ولی برای این مذاکرات من نباید بشنوید، ولی خودتون میدونید باید یک گروه بسیار سخت و در این حال آگاه از کابل بره اونجا که نماینده نگاه همه افغان ها باشه. وقتی میشینه اونجا در مقابل طالبان، خیلی چیزا هست که باید ازش دفاع بکنن و خیلی چیزا هست که ممکنه در این گفتگو از دست بره. واقعا شما از من نباید این رو بشنوید و خودتون میدونید منافع سیاسی اینجا باید کنار گذاشته بشه. یه ریسکی وجود داره، خطری وجود داره که بریم به سمت صلح، ولی نرفتن به سمت صلح خطرش بسیار بزرگتر هست. ارشد بی بی سی جهانی، ممنونم از حضورت در برنامه. لوریس چکنواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر، به یاد جان باختگان پرواز تهران کیف و خانواده قربانیان یک قطعه موسیقی ساخته. شورش بلبلان سحر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد، تیرباران عشق خوبان را دل شوریدگان سپر باشد. عاشقان کشتگان معشوقند، هر که زنده است در خطر باشد. عاقلان از بلا بپرهیزند، مذهب عاشقان دگر باشد. پای رفت
گفتن نماند سعدی را، مرغ عاشق بریده پر باشد. لوریس چکناواریان، آهنگساز شناخته شده و رهبر ارکستر از تهران با ما هستند. آقای چکناواریان، در دکلمه‌ای که کردید بخشی از شعر سعدی رو خوندید، تیرباران عشق خوبان را دل شوریدگان سپر باشد. چطور این شعر رو انتخاب کردید؟ چطور شد که اصلا به این قطعه فکر کردید؟ اولا قطعه این شعر آقای یارتا یاران دوست عزیزم به من پیشنهاد کرد. وقتی من این خبر غمگین، واقعا تراژدی بزرگی که شنیدم، تحت تاثیر قرار گرفتم و بلافاصله نشستم به نوشتن این موسیقی که هم دردی با خانواده‌های کشته شدگان هم دردی کنم باشون با این اثر. و این شعر، من می‌خواستم حتما یک شعر خوبی در اینجا باشه که آقای یارتایران دوست عزیز من که همین خودشون دکلمه کردن، این به من پیشنهاد دادن و من اینو به موسیقی درآوردم. این سمفونی در سه قسمت، شروعشون اتفاقی که میفته، این قسمت دومش که شما گوشتیم و قسمت سومش هم دردی یک صحنه تشییع جنازه است و نوشته شده. در جمعاً 8 دقیقه از این اثر. کمتر وارد مسائل جنجالی و درگیری های روز در ایران میشید. چطور شد که این مورد تا این اندازه شما رو تحت تاثیر قرار داد؟ خیلی تراژدی بزرگی بود. من به عنوان یه پدر الان که دارم صحبت کنم ناراحت میشم. به عنوان یه پدر گم کردن فرزند، عزیزان، خیلی چیز دردناکیه و الان هم خیلی ناراحت، خیلی دردناکه. بگذاریم که یه تراژدی ملیه، بگذاریم یه ملی بودن، ولی خانواده داغدیده واقعی خیلی خیلی تراژدی بزرگیه. و من مثل بچه های من که رفتن و تاثیر قرار گرفتم، عشق ریختم و نشستم روی اثری که موقع ممکنه بود همچین اثری چند ماه طول بکشه نوشتنش، اینقدر تحت تاثیر قرار بودم که در 2 شبانه روز تموم کردم و دوستان عزیزم اومدن و کمک کردند و ضبط کردند این اثر رو. بسیار اثر تأثیر برانگیزی، غم موج میزنه، یک کار ویژه است. بخشش در همون دکلمه اومده که عاشقان کشته معشوقن، هر که زنده است در خطر باشد. به معنای اینه که شما از تحولات ایران نگرانید، به خطر اشاره میکنید، احساس خطر میکنید؟ نه، من هیچ موقع همچی صحبت نمیکنم. من فقط شعر سعدی رو که شعر خیلی زیباست که چند صد سال پیش نوشته شده اینو و چند صد سال دیگه هم خواهد بود و این شاعرای ما واقعا یک شاعرای بزرگی بودن که شعرها رو که گفتن برای اون زمان نگفتن، برای ابدیت گفتن و هر موقع این شعر رو بگین مطابقت میکنه به زندگی هر کشوری، هر ملتی در این دنیا هست. المان های مثل سوگ در این خب اثر بسیار برجسته است به خاطر طبیعت کار. در این باره چیزی برای گفتن دارید؟ عدد سوگ، خب این تشییع جنازه قسمت سوم که خب سوگ کشته شدگان بیگناه، یک غم که ما همه داریم این غم رو نوشتم در قسمت سوم که به یاد بوده و هم دردی برای که این اتفاق افتاده و هم دردی به خانواده های کشته شدگان و همچنان برای مردم ایران و دنیا. این یه تراژدی ایران فقط نبود، این یه تراژدی دنیاست. هنرمندان زیادی درباره این حادثه صحبت کردند، شما هم خب این اثر رو خلق کردید. در مورد آنچه که بعد از این حادثه اتفاق افتاده، مثلا رسیدگی به بازماندگان این حادثه تلخ، اظهار رضایتی میکنید؟ فکر میکنید که آنچه که حق مطلب بوده ادا شده؟ ما مردم ایران باید همدردی کنیم، همه با هم یه دست به دست بدیم همدردی کنیم. از یک جا نباید همدردی بدیم، مردم، جمع مردم، کل مردم باید به خانواده کشته شدگان برن همدردی کنن و واقعا یک مجسمه یادبودی برایشون در یک پارک درست بشه. خیلی مهمه این همدردی. خوب اونا رفتن، ما هستیم و ما با این خانواده هست. من خودم که همتون گفتم خودم یه پدر هستم،
و این حس رو من نمیخوام که از یک گروهی از یک مؤسسه گوش کنم. بخاطر همینم من خودم نوشتم این اثر، ننوشتم که از یه نفر به من گفت که اینو بنویس، خودم نوشتم. و ما مردم با هم جمع باید بشیم که این یادبود این کشته شدگان رو واقعا جاودان نگه داریم. آقای چکنواریان، هر کسی در مورد این حادثه اظهار نظری کرده، شما کسی رو در این مورد مقصر میدونید؟ من هیچ موقع من قاضی نیستم و خدا هم نیستم، اتفاقا نمیدونم، شاید وقتی رفتم اون دنیا واقعیت ممکنه به من بگن، ولی الان فقط من این حس تراژدی رو دارم و کسی هم نمیتونم محکوم کنم جز اینکه واقعا هم دردی کنم بیشتر با خانواده کشته شدگان بیگناه. و الان نباید همین هم دردی مهم اینه که واقعا کمک کنیم این درد سنگین را سبک کنیم از قلبش. ممنونم آقای چکنواریان. 60 دقیقه امشب رو با قسمتی دیگر از ساخته لوریس چکنواریان برای کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به پایان میبریم. شب و روز بر شما خوش.